دکتر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با من هستن. دکتر علوی، ظاهرا در حوزه تجارت خارجی هم شاهد آمارسازی و گزارش های دور از واقعیت هستیم. ارزیابی شما رو در این مورد بشنویم. بنا به ارزیابی های بین المللی، اقتصاد ایران یک اقتصاد غیر شفاف، کدر، فاسد و البته بسته است. این بخش حقیقی اقتصاد ایرانه و به اصطلاح آمارسازی یا آمارگیری یا نظام آماری ایران نمیتونه منفک از این باشه. و البته این هر دو یک رابطه‌ای داره با حکمرانی اقتصادی و حکمرانی سیاسی. بنا به ارزیابی های و به هر حال اون اسنادی که منتشر شد از سوی هکرها، ما دیدیم که اونجا حاکمیت به شکل نظاممند، نه اینکه تصادفی، بلکه نظاممند و البته گسترده دخالت میکنه در آمارسازی، مثلا در چارچوب اینکه اظهارنامه ها رو کم نشون بده یا بیش نشون بده یا انواع تقلبات و تخلفاتی که مغایر است با قوانین کشور. و این بسیار شگفت آوره. چرا؟ برای اینکه حاکمیت خامنه ای، حاکمیت ولایی، از معدود کشورهایی که به طور سیستماتیک آمارهای خودش رو اینجوری مخدوش میکنه برای حالا یا دور زدن تحریم ها، و البته یک نگاه شرعی هم دارد در چارچوب نگاه ولایی. البته تقیه و توریه نسبت به دشمنان مجاز است، و حال اینکه حاکمیت تصور میکنه که تمام دنیا مخالف با اون هستن و دائما از دشمنان صحبت میکنه، طبیعی است که دست میبره به این مخدوش کردن آمارها، و این داره پیامدهای بسیار زیادی است در عرصه حقیقی و عرصه حقوقی اقتصادی ایران. دکتر علوی، این وضعیت و غیر رسمی شدن تجارت خارج کشور، فکر میکنین چه تأثیری بر بحران اقتصادی کشور داره؟ چه تأثیری بر معیشت مردم داره؟ خب این غیر رسمی شدن تجارت خارجی ایران و همچنین خود این آمارسازی ها باعث میشه که در سطوح گوناگون تصمیم گیری، حالا یا لایه های فوقانی کلان یا میانی یا حتی در سطح خرد، بازیگران اقتصادی دچار یک اختشاشی میشن در نگاهشون به واقعیت هایی که در جریان داره. طبیعی است که به دنبال این پدیده ناکارآمدی اقتصادی اجتناب ناپذیره، همچنین کاهش بهره وری، کاهش رشد اقتصادی و فرار سرمایه. چرا فرار سرمایه؟ به دلیل اینکه بازیگران اقتصادی وقتی تصور میکنن که اطلاع صحیحی ندارن از اونچه میگذرد، طبیعی است که احساس ریسک اونها بالا میره و اونها سرمایه گذاری نمیکنن. این کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه گذاری، کاهش بهره‌وری، طبیعی است که میانجامه به کاهش رشد اقتصادی که معناش رکود هست. و البته این نبود آمار صحیح موجب میشه که طبیعتاً اقتصاد ایران، بازیگران اون در یک فضای مهالودی قدم میزنن، در یک فضای مهالودی عملیات خودشون رو، عملیات تجاری و اقتصادی خودشون رو انجام میدن، و در چنین شرایطی که شفافیت نیست، آمار دقیق نیست، این تورم انتظاری است که بالا میره و تأثیر اون این همین است که ما میبینیم، یعنی تورم افسار گسیخته ای که به هر حال قابل توصیف نیست در چارچوب‌های متعارف. و پیامد اون هم همین مطلبی است که شما اخیراً گفتید، مسئله بالا رفتن قیمت ارز به شکل بنیادی. چرا که تورم و البته افزایش قیمت ارز، اینها در واقع دروی یک سکه هستند. با این اختلالاتی که ایجاد میشه، این شرایطی که ایجاد میشه که رکود، تورم، کاهش بهره‌وری، اون موجب میشه که خانوار فقیر و فقیرتر میشه، کاهش فرصت‌های شغلی و این نرخ فلاکت بالایی که اقتصاد ایران رو در بر گرفت. دکتر احمد علوی، اقتصاددان، ممنون.